دولت بریتانیا به روشنی نشان داد که پاسخ خواهد داد در واکنش به این اعدام کاردار ایران را احضار کردیم دادستان کل ایران را تحریم کردیم و سفیر خود در تهران را هم موقتا برای مشورت فراخواندیم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در توییتی اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی با تابعیت بریتانیا را محکوم کرد مکرون نوشت اعدام علیرضا اکبری اقدامی فجی و وحشیانه است نام او به فهرست بیش از حد طولانی قربانیان سرکوب و مجازات اعدام در ایران اضافه شده است همبستگی با بریتانیا همبستگی با مردم ایران وزارت امور خارجه فرانسه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه اعدام علیرضا اکبری تبعیه ایرانی بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از احضار کاردار تهران در پاریس خبر داد در این بیانیه ضمن اعلام همبستگی کامل فرانسه با مقامات بریتانیایی به خانواده آقای اکبری تسلیت گفته شده است. در بخش دیگری از بیانیه آمده به درخواست وزیر امور خارجه کاردار سفارت ایران در پاریس صبح روز شنبه بار دیگر برای ابراز ناخرسندی فرانسه احضار شد و به وی هشدار داده شد که نقض مکرر قوانین بینالملل توسط ایران به ویژه در مورد رفتار با اتباع خارجی که این کشور خودسرانه بازداشت میکند نمیتواند پاسخ بماند در پایان این بیانیه فرانسه بار دیگر تاکید خود را بر مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام یادآوری و استفاده سیاسی از آن در ایران را محکوم کرده است همزمان آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان شنبه در توییتی اعدام علیرضا اکبری تبعی بریتانیا ایرانی تبار توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد او نوشت ادامه علیرضا اکبری یکی دیگر از اقدامات غیر انسانی رژیم ایران است ما در کنار دوستان بریتانیای خود هستیم و با هماهنگی نزدیک اقدامات خود علیه رژیم و حمایت خود از مردم ایران ادامه خواهیم داد روز جمعه و پیش از اعلام خبر اعدام علی اکبری وزارت امور خارجه آمریکا هم صدور حکم اعدام برای او را محکوم کرد و روند آن را سیاسی خواند